درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه 15 بهمن ماه همراه ما باشید. علی انصاریان بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه های پرسپولیس و استقلال پس از روزها مبارزه با بیماری کرونا دقایق پیش در بیمارستان فرهیختگان از دنیا رفت. انصاریان پس از بازنشستگی از فوتبال به هنرپیشگی و اجرای برنامه در تلویزیون روی آورد و در مجموعه های تلویزیونی متعددی نیز ایفای نقش کرد. کامیر احمدی پژوهشگر ایرانی بریتانیایی که پیشتر اعلام شده بود در دادگاه انقلاب تهران به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است، امروز چهارشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام از خروج خود از ایران خبر داد. آقای احمدی که گفته می شود اکنون در بریتانیا است، در این پست اینستاگرامی نوشت از طریق مسیر صعب العبور کوهستانی و با پای پیاده از ایران خارج شده است. وزیر بهداشت ایران میگوید شرکت بریتانیایی سوئدی آسترازنکا اعلام کرده که در ماه جاری میلادی تحویل 4.2 میلیون دوز واکسن کرونا را به ایران در قالب سبد کوآکس آغاز میکند. این خبر در شرایطی اعلام میشود که پیش از این رهبر جمهوری اسلامی واردات هر گونه واکسن آمریکایی، بریتانیایی و حتی فرانسوی را ممنوع اعلام کرده بود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته در شرایط کنونی راهی به غیر از چاپ اسکناس نداریم. او محل مصرف این منابع مالی را پرداخت ماهانه طرح معیشت به 60 میلیون نفر عنوان کرد و در این حال گفت چاپ اسکناس موجب افزایش تورم می شود و همه متضرر می شوند. وزارت دادگستری آمریکا تایید کرد که اسناد قضایی برای توقیف یک تانکر با محموله حدود 2 میلیون بشکه نفت را که احتمال می‌رود متعلق به ایران باشد در دادگاه ثبت کرده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ هم‌اکنون این تانکر با پرچم لیبریا به سمت آب‌های ایالات متحده در حرکت است و مقام‌های دولت ترامپ با طرح این موضوع که محموله نفت این تانکر متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران است، خواستار توقیف آن شده بودند. دستگاه قضایی ترکیه حکم جلب 294 نفر از شهروندان این کشور را به اتهام حمایت از فتح‌الله گلن صادر کرد. فتح‌الله گلن که یک مبلغ دینی مقیم ایالات متحده آمریکاست، از سوی مقام‌های ترکیه متهم است که کودتای نافرجام سال 2016 را علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه رهبری کرده است.